40 سال پیش در چنین روزی 9 زندانی سیاسی در تپه‌های اطراف زندان اوین تهران کشته شدند. مقام‌های امنیتی وقت اعلام کردند که آنها در حال فرار کشته شدند، اما روایت دیگر این بود که آنها با طراحی قبلی و برای انتقام‌گیری از ترورهای سازمان چریک‌های فدایی خلق و سازمان مجاهدین خلق ایران به قتل رسیدند. درباره این حادثه و اهمیت آن بیشتر صحبت خواهیم کرد. ابتدا گزارشی ببینیم از جمشید برزگر. همیشه از روزنامه فروش کیهان میاد در خونه ما، کیهان رو آورد داد دست پدرم میرفت کیهان رو میگرفت. بعد یک دفعه دیدم پدرم کیهان رو که گرفت نشست توی بالکن، دیگه طاقتش زد تو سرش، شروع کرد که ای داد بیا ببین میهن چی شده. به پرنیان شفاق بر اساس خبر روزنامه‌های کیهان و اطلاعات روز 30 فروردین سال 1354، مصطفی جوان خوشدل و کاظم ذوالانوار از اعضای مرکزیت سازمان مجاهدین خلق ایران و بیژن جزنی، حسن ضیاظریفی، عباس سورکی، عزیز سرمدی، سعید کلانتری، احمد جلیل افشار و محمد چوپانزاده از اعضای گروه مشهور به گروه جزنی ظریفی در جریان فرار کشته شده بودند. در بیمارستان کشیک بودم. منوچهر کلانتری به من زنگ زد و گفت بیا. رفتم اونجا و وقتی رسیدم هم منوچهر کلانتری و هم پری یارش هر دو اشکالود بودند و فقط بیژن، همین یک کلمه کافی بود واقعا که مفهوم رو برسونه. و این سرود من همونجا نشستم و نوشتم. بگو ببینن که خون بیژن ستاره گشت و هزار چسان شرار دمید. در همان زمان مخالفان شاه در داخل و خارج از کشور گزارش‌های منتشر شده مبنی بر کشته شدن این 9 زندانی در حین فرار را نپذیرفتند و تأکید کردند که آنها بدون هیچ دادگاهی و در شرایطی که در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند توسط ساواک به قتل رسیدند. وقتی که تیرباران در تپه‌های اوین انجام گرفت، باز از همین کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران در پارلمان انگلیس، ویلیام ویلسون در مصاحبه مطبوعاتی خودش از این قرار میگوید، نقل قول میکنم: به نظر میرسد که سرانجام حکم اعدامی را که از آغاز قصد آن را داشتند در مورد این زندانیان به مرحله عمل درآوردند. داستان کشته شدن در حین فرار جز یک دروغ شناخته شده هیچ چیز دیگری نیست. پس از انقلاب بهمن نادری پور، معروف به تهرانی، از بازجویان ساواک در دادگاه انقلاب از جزئیات طراحی و قتل این 9 زندانی سیاسی پرده برداشت. زندانیان را از مینوبوس پیاده کردند. بهمن را به ردیف روی زمین نشاندند در حالی که دست‌ها و چشم‌هایشان بسته بود. سپس رضا عطارپور، معروف به دکتر حسین‌زاده، فاتحانه پا پیش گذاشته و گفت همونطور که شما رفقای شما در دادگاه های انقلابی خود همکاران و مقامات مختلف را محکوم به اعدام کرده و حکم را درباره اونها اجرا می کنند، ما هم شما را که از رهبران و گردانندگان و تغذیه کنندگان فکری آنان هستید و با آنها ارتباط دارید محکوم به اعدام کرده و می خواهیم حکم را در مورد شما اجرا کنید. به جز دو عضو سازمان مجاهدین خلق، 7 نفر دیگر عضو گروه جزنی ظریفی بودند که به همراه 7 نفر دیگر در سال 1346 دستگیر و در سال 1347 دادگاهی شده بودند. دادستان نظامی ابتدا برای متهمان درخواست اعدام کرده بود، اما بعد آنها به زندانهایی از 5 تا 15 سال محکوم شدند. اول اعدام گرفتن برای هر 14 نفر، 14 نفر بودند. اعدام گرفتن، بعد دیگه ما چیز کردیم، خیلی کنفدراسیون میدونستیم که همه رو اعدام نمی کنن، قصدشون چند تاست. بعد دیگه خیلی کنفدراسیون فعالیت کردن که
دیگه اعدام لغو شد، فقط شد دادگاه چیز تبیل المدت 15 سال تا 5 سال. بله. از اون به بعد خود بیژن هم میدونست مرگ بالای سرش پرپر میزنه، به خصوص بعد کشته شدن گل سرخی. به این ترتیب و با وجود پیگیری‌های بین‌المللی، نگرانی درباره امنیت جانی این زندانیان هیچگاه کاهش نیافت. برتراند راسل یک تلگرافی رو در زمان شروع محاکمه بیژن و گروه به تهران به شاه ایران فرستاد. این متن تلگراف برتراند راسل به شاه ایرانه. تلگراف به شاه ایران، تهران. من از اینکه دادستان نظامی 14 روشنفکر اهل مطالعه را به یک دادگاه نظامی میبرد شوکه شدم. این عمل به دنبال اعمال شکنجه های وحشیانه ای صورت میگیرد. اگر شما مداخله نکنید این امر به کشتار بسیاری خواهد انجامید و جهان متمدن چنین جنایاتی را نخواهد بخشید. من خواستار آنم که از اجازه دادن به چنین جنایاتی ابا کنید. 12 نوامبر 1968 برتراند راسل. بیژن جزنی تمامی آثار خود را در زندان نوشت و آنها را یا در دیدارهایش با همسرش و یا از طریق زندانیانی که آزاد می شدند به بیرون از زندان می فرستاد. بیشتر این نوشته ها که تأثیر جدی بر جریان چپ ایران و از جمله سازمان چریک های فدایی خلق ایران بر جای گذاشت، ابتدا در خارج از کشور منتشر و سپس به ایران منتقل می شد. این پاره مطالب، یعنی پاره ای از آثار بیژن، ریزنویس می شد و به ایران برمی گشت. این یکی از اون ریزنویس هاست. مجموعه یک کتاب در دو ورق، در دو روی یک صفحه A5 آماده شده است. سه سال پس از کشته شدن بیژن جزنی و 8 زندانی دیگر در تپه‌های اوین، آرزوی آنان برای انقلاب و سرنگونی شاه تحقق یافت. آنها دیگر نبودند، ولی غیبتشان این پرسش را مطرح کرد که اگر زنده مانده بودند، در برابر انقلاب و حکومت برآمده از آن چه می‌کردند؟ اگه حمله بر این نشه که نزدیکی خاصی یا همسر من بوده، من بگم من همینطور که نقش فرد نمیتونم این کارش کنم در تاریخ، من همونقدر به نقش خمینی اعتقاد دارم که واقعا نقش بازی که شخصش، نه فقط مذهبش، نه فقط تشیعش، همینقدرم به کاراکتر و به حساب اتوریته بیژن به عنوان یک فرد اعتقاد دارم. بیژن کار مهمش توی چپ به نظر من این بود که چپ سنتی رو تکون داد، هشدار داد بهش، برای که چپ سنتی عادت کرده بود که همیشه فرمان بردار قطبهای جهانی باشه. من میگم با کشته شدن بیژن و این گروه سر سازمان رفت. وقتی سر سازمان رفت، زمینه آماده شد برای اون چرا که بیژن ازش میترسید. چون سیاست شوروی حمایت از خط امام بود، حزب توده هم همین کار کرد. یعنی درست اینجوری چرخه شد به سر خونه اول، همونجوری که بیژن ازش ترس داشت. گزارش بود از جمشید برزگر. اما برای بحث درباره این موضوع، پیمان وهاب‌زاده، استاد جامعه شناسی دانشگاه ویکتوریا از ویکتوریای کانادا با ماست، و همینطور از پاریس پرویز نویدی، همبند بیژن جزنی در زندان. آقای نویدی، اون شب، شب 29 فروردین سال 54، شبی که ساواک میگه اینها قصد فرار داشتن، آیا شما هم در زندان بودید؟ سلام عرض میکنم بر بینندگان تلویزیون بی بی سی. بله، من خب زندان بودم. البته قبل از اون من از سال 51 تا روزی که این رفقا وارد سلول شدن و دیگه ما هم دیگر رو ندیدیم و تا اینکه خبر کشتنشون به دستمون رسید، من بودم با ایشون. ساواک مدعی شده بود که اینها فرار میکردند و در حال فرار کشته شدند، اما کسان دیگه هستن که میگن که نه، اونها رو اعدام کردن. شما هم جزو گروه دوم هستید. بر اساس چه شواهدی این رو میگید؟ والا من نمیدونم اون گروه اولی که این حرف رو میزنه الان چیه، چون دیگه ساواک خودش، آقای تهرانی که به دست جمهوری اسلامی هم افتاده بود و جمهوری اسلامی هم دلش نمیخواست که از بیژن یا کسی دیگری
صحبتی تعریفی صورت بگیره، اونجا اومد و گفت آقا ما اینا رو کشتیم، به این شکل کشتیم و خب همه چیز روشن بود. اینا به جای منتقل نمی شدن، اینا در زندان اوین بودن، از قصر منتقل شده بودن همه به زندان اوین و شب اینا رو جدا کردن و تمام تصمیمات اینا، فکر می کنم این روشنه. من اون گروه اول شما باید پیدا بکنید ببینید که اینا چی میگن الان. اون موقع که خب حکومت بودن و همه چیز دستشون بود میگفتن آقا فرار کردن زدیم، ولی به جای اینکه از پشت بزنن از رو سینه زدن، در نزدیکی 3 متری زدن. بله. نمیدونم این به اندازه کافی روشنه فکر میکنم. آقای وهاب‌زاده، اگه بپذیریم که ساواک این کار رو کرده اونطور که آقای نویدی میگن، الان دیگه هیچ شکی هم باقی نمونده باشه، به نظر شما چرا این 9 نفر، چرا از میان این تعداد قابل توجهی از زندانیان سیاسی که اون زمان در زندان بودن، این 9 نفر انتخاب شدن؟ با درود به شنوندگان و بینندگان برنامه شما، در پاسخ به این سوال اجازه بدید من این رو ذکر کنم که پس از آن که چریکای فدایی خلق در سالهای 50 و 51 ضربه های شدیدی از ساواک خوردن و تقریبا به لبه پاتگاه و نابودی رسیدن، در سال 52 و 53 چریکا تونستند که با رهبری حمید اشرف به قول معروف در مبارزه روانی بر علیه ساواک دست بالا رو داشته باشن. سال 53 سال عملیات بزرگ چریکای فدای خلق بود که در این سال دست کم 10 عملیات بزرگ انجام دادن و این عملیات شامل 4 ترور بسیار مهم بود و ترور عباس علی شهریار نژاد، سرگرد نیکتب، سروان یدالله نوروزی، محمد فاتح یزدی. این ترورها رو سازمان چریکا بر اساس تئوری تبلیغ مسلحانه جزنی برنامه ریزی کرده بود. در نتیجه ساواک از این امر ناآگاه نبود و میدونست که اهمیت جزنی به عنوان رهبری فکری و استراتژیک فدایان در زندان چی هست. از این رو این ترور بسیار جزنی و دو تن از رهبران مجاهدین بسیار پاسخی بود به برتری روانی چریکای فدایی و مجاهدین خلق در سال 53. آقای نویدی، شما آقای جزنی رو از نزدیک میشناختید، با توجه به اینکه به هر حال بیژن جزنی الان فارغ از ایدئولوژیش و اینکه به چه ایده هایی باور داشت، چهره ای هست که بسیاری از جوان ها اون رو به عنوان سمبل انقلابیگری میشناسن، سرود بیژن سرودی هست که حتی همین حالا هم مردم که قصد انقلاب داشته باشن زمزمه میکنن، شما فکر میکنید چه چیزی در شخصیت او رو ویژه میکرد؟ ببینید، بیژن جزنی به نظر من یکی از شخصیت‌های نادر جنبش سیاسی و چپ ایران، از این نظر که ما وقتی بیژن رو در کنارمون داشتیم همه متوجه بودیم که این نه یک سر و گردن بلکه یک نسل از همه ما جلوتره. اون تجربه نسل قبل رو داشت ولی گسست کرده بود از اون نوع کمونیسمی که تبعیت می‌کرد از یک قطبی. بنابراین بیژن پرچمدار استقلال یک چپ ایران بود از قطب‌گرایی، چه از چین و چه از شوروی. این یکی از برجستگی‌های فکر بیژن، یعنی اساساً نگاهش به جهان اول از ایران شروع میشد، منافع کشوری که توشه، کشوری که براش دلش میسوزه، کشوری که براش راه حل میخواد داشته باشه و تمام مسائل رو از اینجا میسنجید، نه اینکه دنیا به دو قطب تقسیم شده، کمونیسم امپریالیسم، و ما موظفیم که از کمونیسم به هر قیمتی دفاع بکنیم. طبیعتا در این نگاه خود رو در کنار اردوگاه سوسیالیستی میدید، این واقعیه. ولی بالاتر از این اجازه بدید اینو بگم، بیژن جزنی یک رهبر بسیار بزرگی برای ما بود، ولی فقط برای ما نبود. بیژن جزنی این ظرفیت، این پتانسیل، این توانایی رو داشت که بتونه به یک رهبر ملی تبدیل بشه. این مسئله بسیار مهم و ناشناخته ایه که به نظرم باید روش یک کمی تأمل کرد و اینو دید به چه دلیل این مسائل مطرح میشه.
آقای وهاب‌زاده، بذارید یه مقدار راجع به نگاه بیژن جزنی بیشتر صحبت بکنیم. به نظر میاد که نکته و تضاد اصلی برای بیژن جزنی مسئله دیکتاتوری بود. آیا تحلیلی که او از تاریخ داشت و راه حل‌هایی که به هر حال در نوشته‌هاش که بیشتر در زندان نوشته شده ارائه داد، میشه امروز به کار جامعه ایران بیاد، یا یه بخشی از تاریخ ایران هست که دیگه الان تموم شده و باید فقط در همون برهه بررسیش کرد؟ بله، بسیار سوال خوبیه. از این نظر که به اصطلاح خانش قالب یا چیره در حال حاضر این است که خب دوره به اصطلاح جنبش‌های آزادی بخش ملی گذشته و در نتیجه تئوری‌های مثل تئوری بیژن جزنی که تئوری مبارزه با دیکتاتوری به عنوان عامل امپریالیسم در یک کشور نو استعماری بوده، این تئوری‌ها به اصطلاح دیگه مفری نداره و به اصطلاح کاربردی نداره. از این رو ما باید این تئوری‌ها رو کنار بگذاریم. ولی من در کتاب خودم اودیسه چریکی در فصل سوم تحلیل بسیار مفصلی از نظریه های جزنی کردم و خانش دقیق تری از نظریه های جزنی دادم و دو عامل مارکسیستی رو از در نظریه های جزنی دوچار بازبینی کردم. یکی از اینها عاملیت و محوریت طبقه کارگر به عنوان طبقه انقلابی هست و دومین اون به اصطلاح سرمایه داری به عنوان بزرگترین دشمن یا سیستم اقتصادی که باید سرنگون بشه. حالا من این دوتا رو لزوما ما لازم نیست این دو عامل رو رد کنیم، ولی چیزی که من خانشی که انجام دادم این است که در واقع تئوری جزنی، تئوری ضد دیکتاتوری جزنی، اگر این دو عامل رو کمی کم رنگ تر کنیم در تئوری جزنی، به یک تئوری امروزی درش میرسیم که در واقع تئوری جبهه دموکراتیک است، تئوری که چپ نو در اروپای امروز در همین چند ماه اخیر چپ ائتلافی سیریزیا در یونان استفاده میکنن با آوردن نیروهای به اصطلاح گوناگون از ساحت جامعه، از طبقه کارگر تا طبقات کارمندی تا به ساز جنبش زنان، جنبش دانشجویان، و یک جنبش ائتلافی دموکراتیک و چپ از این درست میکنن. در واقع بحثی که من در کتابم کردم این بود که ما نیازی نداریم این تئوری به اصطلاح بیژن جزنی رو، چون تئوری دوره به اصطلاح جنبش های آزادی بخش بوده، کلا رد کنیم. ما میتونیم از عوامل این تئوری استفاده کنیم و یک تئوری جدید که به اصطلاح با همخوان با دوره ما که دوره پس از جنبش های رهایی بخش ملی هست استفاده کنیم. و آقای نویدی، به نظر شما مرگ بیژن جزنی چه تأثیری روی جنبش چپ، موقعیت جنبش چپ و همینطور نقشی که اونها بعد از انقلاب 57 به عهده گرفتن گذاشت، آیا اگر او بود فرق میکرد در موقعیت اونها؟ اگه کوتاه جواب بدین ممنون میشم. بله، به اعتقاد من با این جنایتی که اون موقع 40 سال پیش انجام گرفت، ضربه بسیار بزرگی بر پیکر جنبش چپ به ویژه فدایی و به طور کلی بر پیکر جنبش آزادی خواهی، عدالت طلبی در جامعه ما زده شد. من اعتقاد دارم که با درایتی که در نه فقط بیژن، شما حسن ضیاظریفی رو داشتید که خودش بیژن دوم بود، ولی خب سایه بیژن همیشه اون رو پوشونده و ما کمتر شناختیم. یا ضیاظریفی، بعد از ضیاظریفی سعید کلانتری بود، سرمدی بود اینا، ولی به هر حال می‌خواستم اینو بگم که بیژن با اون درک و با اون متدولوژی که داشت و نگاهی که به جنبش داشت و همینطور که دوست عزیزمون الان اشاره کردن که بیژن مسئله تئوری جبهه، اعتقاد به همکاری نیروهای اون موقع گفته می‌شد نیروهای ضد امپریالیست که علیه استبداد سلطنتی بودن، طبیعتاً با نگاهی هم که داشت و خمینی رو خیلی خوب تشخیص داده بود که از یه موقعیتی برخورداره و کلاً بیژن نگاهش به مسئله روحانیت در دوره‌های مختلف از مشروطیت، کودتای 28 مرداد و همچنین در 42 15 خرداد، همیشه اینها رو به عنوان یه نیروی ارتضاعی که در مقابل تحولات هستن و در مقطع رفرم فقط این بود که خمینی با دیکتاتوری مخالفت کرد و این نقطه برجسته بود و بیژن این رو یه خطر میدونست که در آینده بتونه خطر بشه. بنابراین با یه همچین نگاهی محال بود که بیژن بیاد به دنبال خمینی سینه بزنه. بله.
و اون راه خودش رو همیشه تاکید داشت ما حد اکثر انعطاف رو باید داشته باشیم ولی از اصولمون نباید عدول بکنیم. بسیار ممنونم. اصالت و اصالت و رسالتی برای نیروی چپ در جامعه قبول داشت و اعتقاد داشت و باور داشت به این که این چپ میتونه نقش بزرگی در این جنبش بازی کنه، نه نقش دنباله رو به حکومت جمهوری اسلامی. بسیار متشکرم از توضیحات هر دوی شما. پرویز نویدی همبند بیژن جزنی از پاریس با ما و همینطور پیمان وهاب‌زاده استاد جامعه شناسی دانشگاه ویکتوریا از ویکتوریا کانادا.